هوملندر و آمنی‌من دوتا از قوی‌ترین جنگجویان کامیکی هستن که مبارزات بین اونها میتونه به شدت ویرانگر بشه. وقتی با آمنی‌من و هوملندر فکر میکنیم میبینیم که طراحی شخصیتشون خیلی هم با هم متفاوت نیست و هر دوشون قدرت‌های فوق‌العاده‌ای دارن و به شدت خودشیفته‌ان و هیچ ابایی از کشت و کشتار هم ندارن. و امروز ما اینجا هستیم به مناسبت پخش شدن فصل دوم اینوینسیبل و حضور هوملندر در قسمت هشتم جن وی. این دو شخصیت محبوب و پرحاشیه رو در مقابل همدیگه قرار بدیم. سلام، من عرفان هستم و به فاکتور استودیو خوش اومدید. اگر شما برای اولین باری که به اینجا سر میزنید، با سابسکرایب کردن کانال و فعال کردن زنگوله سایر ویدیوهایی که واسهتون میسازیم از دست ندید. خب فکر نکنم حرف دیگه باقی مونده باشه. اگر آماده اید برو بریم سراغ ویدیوی امروز. Let's go. آمنی‌من در مقابل هوملندر کی برنده میشه؟ هر دوتاشون دوتا پسر ابرقهرمان دارن. مارک پسر آمنی‌من و رایان پسر هوملندر که دوتاشون دارن راه پدراشون رو ادامه میدن. اما به نظر شما توی نبرد این دو نفر کدوم یکی از اونا میتونن پیروز بشن؟ میخواین یه اسپویل ریز داشته باشین؟ آمنی‌من برنده است. خب طرفدارای هوملندر اونقدر گارد نگیرین. الان مو به مو همه جزئیات رو با هم دیگه بررسی میکنیم. من خودم به شخص عاشق قدرت‌های هر دوی این شخصیت‌ها. مثلا هوملندر یک عالم قدرت داره، مثل پرواز، سرعت، استقامت و پایداری و البته نگاه لیزری. البته اون دید ایکس ری و قدرت شنوایی و بویایی فوق‌العاده هم داره. فکر میکنم همشونو گفتیم دیگه، نه؟ اگه بخوام درباره قدرتش بیشتر صحبت کنم، میتونم جمله بلک نوار در قسمت 65 دبویز رو بگم. اون گفت که هوملندر میتونه 12 تا کامیون رو با هم دیگه بلند کنه، یعنی یه چیزی حدود 960,000 پوند یا 480 تا. یک وار آبی متوسط حدود 200 تن وزن داره و میشه گفت هوملندر حداکثر میتونه 3 تا وار رو با هم دیگه بلند کنه. در رابطه با سرعتش هم بهتون بگم که هوملندر یک بار برای گرفتن ای ترین با سرعت حدود 2300 مایل بر ساعت دوید، که این به این معنیه که سرعت هوملندر 3 برابر بیشتر از سرعت سوده. به خداییش سرعت بالاییه. در رابطه با آمنی منم باید به قدرت، سرعت، آسیب ناپذیری، طول عمر بالا، پرواز و سرعت بازسازی بالا اشاره کنیم که باعث شده یک جورایی ترسناک هم بشه. قدرت آمنی من اونقدر زیاده که نمیخوام با اندازه گیریش اذیتتون کنم. فقط برای اینکه یک اشارهی به قدرتش داشته باشیم باید بگم که توی یک صحنه آمنی من داشت به مارک یاد میداد که چجوری جلوی یک سیارک رو بگیره. جالبه بدونین که وزن اون سیارک حدود 17,304 تن. مارک به راحتی تونست جلوی اون سیارک رو بگیره. پس دیگه لازم نیست بگم که انجام این کار برای آمنی‌من مثل آب خوردنه. خب حالا به نظر تو سرعتش چجوریه؟ است یک بار آمنی‌من فاصله بین کهکشان راه شیری و یک کهکشان دیگه که 65 میلیون سال نوری ازش فاصله داشت رو در عرض یک هفته طی کرد و این به این معنیه که سرعت آمنی‌من از سرعت نورم خیلی بیشتره. نگاه لیزری چی؟ این یک ویژگیه که هوملندر داره اما آمنی‌من نداره. اما این باعث ضعف آمنی‌من نمیشه، چون توی فصل یک اینوینسیبل دیدیم که وقتی بمب انرژی فجیعی از فضا به زمین اصابت کرد، آمنی‌من هیچ آسیبی ندید. خب میدونم الان داریم با خودتون چی میگی. هوملندرم آسیب ناپذیره، گلوله‌ها هیچ تأثیری روش ندارن. اما یا حملات آمنی‌منم روش اثری نداره؟ فصل 3 دبویز رو یادتون میاد؟ همون جایی که سولجر بوی و بوچر هوملندر رو حسابی کتک زدن و سیاه و کبودش کردن. یا اون جایی که میو مشت محکمی بهش زد و دماغش خونریزی کرد. میو حتی یک لوله توی گوش هوملندر فرو کرد و باعث شد سرش سوت بکشه. اینا به این معنیه که هوملندر نسبت به بقیه شخصیت‌های قدرتمندتر اونقدرم آسیب ناپذیر نیست. یه جمله معروفی هست که میگه اگر خونریزی میکنه پس میتونه کشتم بشه. اصلا جدایی از اون داخل کامیک هوملندر به دست بلک نوار کشته شده. همون جایی که ماهیچه‌اش رو به طرز وحشیانه‌ای از بدنش جدا کرده بود. پس همونطور که متوجه شدین آمنی‌من خیلی قدرتمندتر از هوملندره. و به نظرم توی لیست قدرت جایگاهش باید از هوملندر بالاتر باشه دیگه، نه؟ اما خب یک مسئله‌ای که هست اینه که قدرت و سرعت تنها چیزی نیستن که توی نتیجه مبارزات تأثیر دارن. و گذشته از اینها آمنی‌منم کاملا آسیب ناپذیر نیست. و در حقیقت کسی که قدرت و توانایی داره باید راه استفاده درست از اونها هم بلد باشه. و اینه که توی مبارزات تعیین کننده است. این موضوع ما رو به سمت مسئله بعدی، یعنی تاکتیک‌های مبارزه‌ای و تجربیات هدایت می‌کنه. از یه طرف ما هوملندر رو داریم که با یک سری توانایی خام به دنیا اومد، بزرگ شد و آموزشی ندید و هیچ جا هم ندیدیم که هوملندر داره آموزش مبارزه کردن می‌بینه و تجربه به دست میاره. در واقع منظورم اینه که اون قدرت‌های زیادی داره اما آگاهی و آی‌کیو مبارزه نداره و بدون هیچ استراتژی خاصی از قدرتش استفاده می‌کنه، چون تا به حال نشده که بهش احتیاج داشته باشه. هوملندر از توانایی خودش نهایت استفاده رو میکنه. مثلا مدام کر میریزه و حتی از عمد بقیه رو اذیت میکنه. اما از طرف دیگه آمنی‌منو داریم.
یک سرباز ویلترومایتی آموزش دیده که مبارزات زیادی رو دیده و از سر گذرونده و از اونایی هم نیست که همینطوری تن به مبارزه‌ای بده که حس میکنه نمیتونه توش پیروز بشه. اون دقیقاً میدونه برای اینکه به هدفش برسه باید چی کار کنه و چی کار نکنه. آمنی من توی مبارزات تن به تن حرفه‌ایه و میدونه چجوری از پس دشمنای قدرتمندش برمیاد. در واقع خیلی از دشمناش از هوملندر هم قوی تر بودن. آمنی منم از قدرتاش نهایت استفاده رو میکنه، اما برخلاف هوملندر میدونه کی و کجا چی کار کنه. پس به نظر میاد وقتی با هوملندر روبرو بشه شانس بیشتری داره. خب با این اوصاف در زمینه تجربه هم آمنی من حرف اول رو میزنه و به هوملندر پیروز میشه. مثل جنگ بین شما و دکمه سابسکرایب که شما همیشه قدرتمندتر هستین و پیروز میشین. فقط کافی کلیک کنید و برنده این مبارزه بشید. اگر شک دارید میتونید امتحانش کنید. خب یکی دیگه از نکات کلیدی که باید دربارش صحبت کنیم و میتونه توی پیروزی شخصیت‌ها تاثیرگذار باشه، ثبات روانی شخصی. درباره هوملندر یه حقیقتی وجود داره و اون همینه که رفیقمون یکم ترسوئه و وقتی با یک دشمنی که از خودش بالاتر روبرو میشه پریشون میشه. کامنی منم در واقع یکی از اون دشمناست. توی یک صحنه از دبویز وقتی دیدیم که سولجر بوی و بوچر داشتن بهش غلبه میکردن از دستشون فرار کرد. علاوه بر اینها یک عالمه صحنه از دیوونه بازیای این شخصیت دیدیم. در مقابل آمنی من استحکامات ذهنی خوبی داره و منظورم اینه که تابا ندیدیم با خودش حرف بزنه یا از خودش دیوونه بازی در بیاره. اون هیچ وقت بیگودار با آب نمیزنه و خودشو نمیبازه. اون توی مبارزش با ثراگ مردی که اساساً پادشاه ویلترومایت ها بوده به راحتی پیروز شد و دهنشو سرویس کرد. منظورم اینه که احتمالش خیلی زیاد بود که آمنی من شکست بخوره، اما شجاعتش اونو نجات داد. راستی بچه‌ها گفتم نبرد ثراگ با آمنی من یه تصمیمی دارم و خیلی دوست دارم نظراتتون رو راجبش بدونم. واقعیت میخواستم کامیک اینوینسیبل رو براتون بیام از اول تا تهش تعریف کنم، ولی دیدم تعداد قسمتاش خیلی زیاده و واقعا کار دشواری. اما تصمیم گرفتم که جای این کار که بیام کلش رو تعریف کنم، قسمت‌ها و داستان‌های جذابش رو انتخاب کنم و اونا رو توی کانال قرار بدم. اگر با این تصمیم موافقید حتما نظراتتون رو بهم بگید و اگر فکر میکنید داستانی از اینوینسیبل میدونید که خیلی جالبه، اونم توی کامنت ها برام بنویسید که براتون پوششش بدم. مثلا مبارزه اینوینسیبل در مقابل کانکوست یا قد شدن پای اتمی و هزار و یک داستان خفن دیگه ای که داره. حتما نظراتتون رو برام بنویسید ها، یادتون نره. خب بیایم بریم سر مبارزه بین آمنیمن و هوملندر. تا به الان دیدیم که آمنیمن توی همه چیز، یعنی قدرت، سرعت، تاکتیک های مبارزه و توانایی ذهنی، از هوملندر سره. اما یه چیز دیگه است که وجودش برای یک قهرمان خیلی ضروریه و یه قهرمان بدون اون فاکتور یک جوره خسته کننده و شکست خورده به نظر میرسه. این فاکتور کاریزماست. این توانایی باعث میشه که تماشاچی‌ها عاشق شما بشن. داشتن کاریزمای مبارزه توی مبارزات و حتی توی یک مبارزه بوکس ساده خیلی مهمه، چون این ویژگی کیفیت مسابقه رو خیلی میبره بالا. و اگر بخوایم باهاتون صادق باشیم، اینجا تنها جاییه که هوملندر میتونه از آمنی من جلو بزنه. کاریزمای این مرد زبون زده. اون همیشه میتونه جمعیت رو به وجد بیاره و کاری کنه که همیشه باب میلش عمل کنه. واقعا نمیفهمم چجوری این کارو میکنه، ولی خداییش خیلی خوبه. درسته که اون توی مبارزاتش تاکتیک نداره، اما کاریزمایی داره که باعث میشه مردم عاشقش بشن. حتی اگر آدم بدی باشه یا جلوی مردم بزنه و آدم بکشه. بنابراین در زمینه کاریزما قطعاً هوملندر از آمنی من جلو میزنه. اما خب آمنی من در بقیه زمینا از هوملندر بالاتره. حتی توی زاد و ولد اون میتونه فرزندانی رو به دنیا بیاره که به لحاظ ژنتیکی قدرتمندن. خب همونطوری که مشخصه این یک مبارزه ساده نخواهد بود و یک جورایی یک حموم خونی توی این مبارزه شکل میگیره. به نظرم هوملندر شانسی در برابر آمنی من نداره. شما در مورد مبارزه بین این دوتا چی فکر میکنید؟ به نظرتون هوملندر میبره یا آمنی من؟ خیلی ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد با لایک و سابسکرایبتون و معرفی ما به دوستاتون ازمون حمایت کنید. و تا فاکتور بعدی، خدا نگهدار.